اقدام جمعیت هلال احمر ایران با انتقال سریع مصدومان چشمی ناشی از انفجارهای لبنان به ایران واکنش های گسترده ای را به دنبال داشت این در حالی است که در بحرانهای داخلی این نهاد در امدادرسانی به معترضان مصدوم قفلت کرده و بسیاری از آنان به دلیل نگرانی از بازداشت از دریافت درمان خودداری کردند به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. دومین پنجشنبه اکتبر اختصاص به روز جهانی بینایی دارد. همزمانی این روز جهانی با ماجراهای اخیر در لبنان و انفجار پیجرها و مصومیت چشمی برخی از شهروندان لبنان و عکس عمل فوری دولت ایران برای مالجه آنان از یک سو و از سوی دیگر در دومین سالگرد خیزش سراسری سال 1401 که علا رقم مصدومیت چشمی تعداد زیادی از شهروندان حکومت ایران علاوه بر انکار آن هیچ گونه اقدام عملی در برابر مصدومان چشمی کشور خود انجام نداد این برخورد دوگانه حاکمیت ایران را در بطه نقد جدی قرار داده است در همین راستا جمعیت هلال احمر ایران اخیرا با انتقال سریع مصدومان چشمی ناشی از انفجارهای لبنان به ایران توجهات زیادی را جلب کرده است این اقدام در حالی انجام شد که در بحرانهای داخلی به ویژه در خیزش سراسری سال 1401 این نهاد در امداد رسانی به معترضان مصدوم قفلت کرده و بسیاری از آنها به دلیل نگرانی از بازداشت از مراجعه به مراکز درمانی خودداری کردند در حالی که هلال احمر ظرف چند ساعت پس از انفجارهای لبنان اقدامات لازم را برای انتقال آسیب دیدگان انجام داد و توانسته است بسیاری از آنان را درمان کند در مواجهه با حوادث داخلی این سازمان هیچ گونه واکنشی در جهت امداد رسانی به مصدومان نشان نداد این بیتوجهی به مصدومان داخلی در شرایطی است که بسیاری از معترضان به شدت آسیب دیده و حتی برای درمان به خارج از کشور مهاجرت کردند این رویکرد دوگانه نشان دهنده ضعف در عمل به بشر بشردوستانه هلال احمر ایران است و به عمق بحرانهای اجتماعی و سیاسی در ایران دامن میزند بیعملی و سکوت این نهاد در برابر خشونت داخلی به افزایش بیاعتمادی جامعه به این نهاد که وظیفه اصلی آن بیطرفی و بیغزی است انجام است